خیلی دنیای عجیب غریب و پر رمز و رازی است. من گهگاه میگم هیچ کسی نمیتونه لذت کار بازیگری و کارگردانی حتی هنرمند تئاتر رو حس کنه، امکان نداره. همون جوری که ما به هیچ وجه نمیتونیم، این عشق بازا هستن با پرنده ها، این کفتر بازا هستن رو پشت بوم با کفتر بازی میکنن، ما با خودمون میگیم خب این چی کار میکنه؟ یعنی چی آخه؟ چه عشقی داره؟ چه لذتی میبره از این کارش؟ مردم هم نمیتونن بفهمن ما چه لذتی روی صحنه تئاتر میبریم وقتی 800 تا چش تو تاریکی زلزل میزنه توی تاریکی به آدم و حالا اینا منتظرن ببینن تو چی کار میکنی. و اینجاست که من میتونم یه آدم خائنی باشم نسبت به همون چشما، یا آدم خیلی واقع بینی باشم و واقعیت ها رو براشون از جامعهشون بزرگ کنم، نشونشون بدم. دنیای تئاتر خیلی پر رمز و رازه و خیلی میتونم بگم عشق 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 و لذتش رو من با هیچ چیزی نتونستم عوض کنم. فرض بفهمید من گهگاه، من عیال مربوطه، خب خودشم تو این کاره، ولی همیشه من میگه هوای من تئاتر تو. من وقتی که دارم تئاتر کار میکنم دیگه اصلا یه شخصیت دیگه میشم اصلا، چون همه چیزم میشه اون و به اون میاندیشم. اینی که این رمز و رازش و اصلا رمز و راز هنر به همین زیباییاشه، به همیناشه که کسی نمیتونه کشفش کنه. من چه چیزی باعث میشه وقتی یک شب روی صحنه اگر بتونم خوب بازی کنم، اینی که عرض کردم تصوری جز عبادت دارم، خوب بتونم بازی کنم، وقتی میشینم یک گوشه ای درست مثل این میمونه که یک ماه یک آدم، حالا خودم نمیگم که وقتی سوء تفاهم نشه، یه آدم 100% مذهبی یک ماه ماه رمضان روزه گرفته، حالا بعدش در پایانش عشق داره میکنه، لذت میبره. اون لذت رو اون بازیگر تئاتری که خوب روی صحنه اومده بازی کرده، اون لذت رو داره، حس میکنه اون لذت.